خب عرض سلام دارم خدمت شما دوستان و علاقمندان عزیز من قول داده بودم خدمتتون که مباحثی رو در مورد مسئله خیشتن اراده آزاد تصمیم گیری و مقوله اختیار خدمتتون ارائه بدم و پیشا پیش گفتم که این یک مبحث بسیار پیچیده و سختیه و به راحتی ما نمیتونیم در واقع چارچوب های اون رو تبیین کنیم و لازمه اون درک درسته اون این هست که در واقع مباحث رو به صورت جدا جدا و تکه تکه خدمتتون ارائه بدم و بعد در انتها بخوایم به یک بندی برسیم یکی دیگه از مباحثی که وقتی ما صحبت از مسئله تصمیم گیری اراده آزاد اختیار و اون خیشتن فعال اندیشگر می کنیم این مسئله یه که تو این چند دقیقه میخوام خدمتتون ارائه بدم من تغییر کردم یا جهان حالا ممکنه بگیرین این چه ربطی داره و اصلا این چگونه مربوط میشه با این مباحثی که من عرض کردم خیلی از فلاسفه متخصصین علوم شناختی روانشناسان معتقدن که این یکی از در واقع میشه گفت نقاط ابهامی است که هر انسانی باید سعی کنه به اون وقوف پیدا کنه بذارید بحثم رو با یک جمله از آرتور هرمان شروع کنم آرتور هرمان یک نویسنده و تاریخ شناس هست که کتابی داره در مورد سیر قهقرایی و باور به مقوله قهقرا در تمدن غرب و از اسفاد شپنگلر گرفته آرنولد توینبی نیچه افراد مختلفی رو فوکو اینها رو به بحث میذاره و یک خلاصه ای داره که اینه این جمله شاید خلاصه ادعاش باشه تقریبا هر فرهنگی چه معاصر و چه قدیمی باور داشته که مردان و زنان در حد توان و کمالات والدین و پیشینیان خود نیستند به این میگن تفکر قهقرایی یا دیکلاینزم یعنی باور دارند که هرچی داریم میریم جلو اوضاع داره بدتر میشه خوش به حال قدیمیا ها. قدیمیا ها چه آدمای درستی بودند چه آدمای باصفایی بودند چقدر قدیمیا پشت کار داشتند نسل جدید رو که داریم میبینیم همش تنبلی همش نمیدونم پشت گوش انداختن همش سرکشی همش اشکالات اخلاقی اون آدمای درست حسابی کو دیگه اینا از بین رفتن ولی آرتور هرمان در کتاب خودش که حالا امیدوارم فرصتی بشه و این رو بیشتر مطرح کنیم یک میشه گفت واقعا مستر پیسه، یک شاهکاره که خیلی مورد استناد قرار میگیره و مال 23 سال پیش 1997 the idea of decline in western, western history باور به قهقرا و افول در تاریخ قرب و این حالا به غیر از این مقالات زیادی هست که نشون میده وقتی با آدم صحبت میکنی همه احساسی دارن که یا همه پولکی شدن همه بیوفا شدن اشقا علکی شده جوونا سنبلکار شدن سوادا اف کرده مردم نمیدونم به هم قریبن البته من نمیخوام انکار کنم که اینا ممکنه بعضیاش نوسان داشته باشه ولی میخوام بگم که اگر شما این جملاتی رو که من گفتم بهش قوین باور دارید حواستون باشه که ممکنه دچار یکی از ابر خطاهای شناختی شده باشید که در واقع مدت زیادی است که ذهن فلاسفه و اندیشمندان رو به خودش جلب کرده حتما شما این تجربه رو داشتید که اگر به خونه آبا و اجدادیتون که مثلا در کودکی به اونجا سر کشیدید سن خیلی کم سالها بعد مراجعه کنید یه احساس قریب دارید یعنی یه جوری که اون رو در ذهنتون تجسم کرده بودید اون شکلی نیست مثلا پله ها، اتاق ها، عباد، نمیدونم زیبایی یا شکیل بودن یا هر چیز دیگه ای شما بعد از سالها وقتی مراجعه میکنید حالا میخواد خونه آبا اجدادی باشه دبستانتون باشه نمیدونم فیلم هایی باشه که اون زمان دیدید عکسهایی که دیدید ابزارها وسایل اسباب بازی که سالیان سال ندیدیدش 40 50 سال از روش گذشته و وقتی می رو به عقب میرید اونها رو میبینید با کمال تعجب میبینید با اون چیزی که در ذهن شما هست نمیخونه این تقریبا یه پدیده فراگیره منطقه اتفاق جالبی که در مورد این ابنیه ساختمان ها مدرسه فیلم ها وسایل اینا هست اینه که خب شما وقتی مواجه میشی با این ناهمخانی اینه که این دوتا با هم نمیخونند ذهن جستجوگر شما سریعا به اصلاح خودش میپردازه یعنی شما مگر اینکه دیگه خیلی توطعه محور باشید این فکر رو خواهید کرد که والا خونه پدر بزرگ اینجوری نبود اینو دستکاریش کردن این زمین رو کوچیک کردن این کوچه رو عوض کردن حالا درسته بعضی چیز رو عوض شده ولی دیگه خب اون ساختمون رو که اونقدر دست نزدن نمیدونم مدرسه شما خب حیاتش همینقدر بود نمیدونم پله هاش همین ریختی بود به خصوص اگه ببینی همون پله ها مونده و بعد شما با کمال تعجب این وقتی ناهمخانی رو میبینید ذهنتون این رو نتیجه میگیره که پس من اشتباه کردم نمیشه که اون عوض شده باشه ولی این نکته مهمی که متخصصین علوم شناختی فلاسفه و روانشناسا بهش اشاره دارن اینه وقتی شما در مورد انسان ها این فکر رو میکنید دیگه به این نتیجه نمیرسید که من اشتباه کردم به این نتیجه میرسید که بیرون تغییر کرده به عنوان مثال حالا من فقط همینجور شما مثل یک کاسه رو ممکنه بکنید توی کیسه برنج و یه مقدار برنج از توش در بیارید یا مش کنید توی یک مثلا انباری و یه غذایی در بیارید آذوقه در بیارید همینجوری که آدم مش بکنه توی این در واقع اطلاعات و پژوهش ها همچین چیزایی در میاد مثلا در سال 2000 این در مورد مردم آمریکاست حدود دو سوم مردم معتقد بودند که اخلاق نسبت به 50 سال قبل بدتر شده است تو کشورهای مختلف هم تقریبا همین در میاد یعنی من نمیدونم آگاه نیستم از پژوهش هایی که در ایران باشه اینا رو دسترسیش یه مقدار دشوارتره چون اینا حالا سیستم های کتاب های مختلف بهش استناد میشه و اینا راحت تر پیدا میشه ولی خیلیه یعنی وقتی سال 2000 رفتن از مردم پرسیدن سال 1950 مردم چجور بودن 66 درصد گفتن بابا اون زمان خیلی اخلاقی تر بودن الان چی هر میبینی دوست شده هر میبینی کلاور داشت شده 80 درصد اعتقاد داشتن که کودکان نسبت به 15 سال پیش لوستر و کم ظرفیت شدن تنبل شدن لغت لغتیه که بیشتر به کار بردن بابا این بچه ها چرا انقدر لوس میکنه آخه اینا چی همش تا لنگ زور میخوابن تنبلن کار نمیکنن 80 درصد خیلیه حالا ممکنه شما برگردی بگی که خب شاید هم هست دیگه شما از کجا میدونی اخلاق قفول نکرده از کجا میدونی بچه ها لوستر نشده سه چهارم معتقد بودن وضعیت جرم و جنایت در آمریکا نسبت به ده سال پیش بدتر شده آه اوضا بده دیگه اصلا تا ماشین رو میزه جو میدوزن چقدر دزدی زیاد شده چقدر قتل زیاد شده وای 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 عجب دوره ایه. ولی این سومی ایراد داره برای اینکه ما اطلاعات واضح بیرونی داریم اصلا یه چیزی هست که به هر کی میگی باور نمیکنه ولی بهش میگن Great American Crime Decline یعنی سقوط یا کاهش شدید جرم در آمریکا و از سال 1990 شروع شده و هنوز ادامه داره که همین جور جرم های اصلی شامل سرقت، قتل، تجاوز، خشونت هر چیزی داره به شدت کم میشه و حتی بعضیاش به یک پنجم سی سال پیش رسیده در صورتی که با هر کی صحبت میکنی یه درصد یه این حس رو دارن که زیاد شده پس میبینید که این مثل همون خانه آبا و اجدادیه یعنی شما یه سری خطاهایی در موردش داری و این چیزی که تو حافظت یادته با اون چیزی که در بیرون هست نمیخونه این یک پدیده است که واقعا میارزه مطالعه بشه و ارزش در واقع پژوهش داره و البته مطالعات روش کمه ولی یه عده شروع کردن این رو مطالعه کردن و در واقع صحبت رو این میذارند میگن شما تغییر کردی یا جهان بیرون و معتقدن وقتی ما تغییر میکنیم اساس نظریه اینه ما تغییر خودمون رو متوجه نمیشیم تغییر ما بطئیه ما احساس میکنیم همون آدم چهل سال پیشیم ما احساس نمیکنیم از این رو به اون رو شدیم پس اگر از این رو به اون روی میبینیم پس در جهان بیرونه به این میگن در واقع من تغییر کردم یا جهان بیرون و بسیاری از متخصصین علوم شناختی نشون دادن ما همون همونقدر که به تغییر خودمون کور هستیم این کور بودن ما به تغییر درون خودمون این رو برون می میکنیم بر روی تغییر در جهان بیرون پژوهش هاش کمه ولی جالبه مثلا یه پژوهش اومدن روی 1383 نفر کردن و سوالشون این بوده از آمریکا یا پرسیدن که به نظر شما آزادی در آمریکا مثلا نسبت به گذشته بیشتر شده کمتر شده یا فرقی نکرد و چیز جالبی که در آوردن اینه اونایی که معتقدند که آزادی بیشتر شده بیشتر اونایی هستند که وضع اقتصادی خودشون بهتر شده یعنی وضع اقتصادی طرف بهتر شده خودش تغییر کرده امکاناتش زیادتر شده و شما میدونید اینم تا دنیا یه چیز ثابت شده است هرچقدر شما وضع اقتصادی بیشتر باشه احساس آزادی بیشتری میکنی یعنی خب طبیعیه قابل فهمه دیگه خونه بزرگتر میگیری نمیدونم خیلی کار به نمیدونم محدودیت های اجتماعی نداری اینو همه میدونن وقتی پولداری میتونی خیلی از محدودیت ها رو دور بزنی برای خودت نمیدونم نیاز نیست که هم رنگ جماعت بشی و فاصله میگیری متوجه چیز جالبه که در این مطالعه متوجه شده بودن افرادی که وضع اقتصادیشون خیلی خوب شده اینا همونایی ان که معتقدن آمریکا آزادیش بیشتر شده و اونایی که در واقع معتقدن آزادی تو آمریکا کم شده بیشتر اونایی که سالهای اخیر افت کردن ولی جالبه وقتی ازشون میپرسی ارتباط این دوتا رو نمیبینند یعنی اساس این نظریه اینه من حواسم نیست که من تغییر کردم برای همین تغییر رو به بیرون نسبت میدم یا یه مسئله دیگه گفتم جرم و جنایت داره کم میشه در غرب پس چی میشه مردمی حس حسو دارن که بیشتر میشه دیدم یکی از شاخص هایی که باعث میشه افراد فکر کنن در واقع جرم و جنایت در حال افزایشه بچه دار شدنشونه وقتی انسانی بچه دار میشه چون بچه براش اهمیت داره ناگهان مقوله امنیت براش مهم میشه وقتی مقوله امنیت اجتماعی براش مهم شد ذهن جستجوگر شروع میکنه اطراف رو پاییدن و نشانه های خطر رو شناسایی کردند و دیدن در واقع بیشتر اونهای مدعی هستند که و زمانی مدعی میشن که جرم و جنایت بیشتر شده که صاحب فرزند میشن یا فرزندشون قراره به مدرسه بره یعنی تغییر بیرونی اونها رو در واقع وجود نداشته تغییر درونی بوده خانواده خودش تغییر کرده ولی اون رو به بیرون نسبت داده یا یه پژوهش جالب دیگه بود این حالا در مورد اشعار بود اشعار قدیمی و اشعار معاصره یه تعدادی شاعر رو به افراد نشون دادند مونتا افرادی بودن که حالا یه مقدار تفاوت داشتن مثلا ادهیشون دوچار یا حالت دگرباشی جنسی داشتن یعنی بعدا مثلا مشخص شده که هوموسکشوال هستن مونتا به یه عده قبل از اینی که این دوتا شعرها رو بدن بهشون این مسئله رو گفتن یعنی زندگی نامه شاعر رو مطرح کردن به یه عده دیگه وقتی اشعار قدیمی رو خونده بعد بهش گفتن که این فرض کن باش بوده هموسکشوال بوده و بعد اشعار معاصر رو دادن یعنی هر دو گروه یه اشعار رو خوندن ولی جالبه اونی که اشعار رو در این وسط در واقع زندگی نامه رو در این وسط مطلع شده حس نکرده که ببین اطلاعات تو عوض شده حس کرده که شاعر اشعارش عوض شده یعنی گفته آره ببین در اشعار معاصرش واضحا نشانه هایی از دگرباشی هست مثال هایی که میزنه استعاره هایی که به کار میبره در صورتی که تو اشعار قدیمیش نیست در صورتی که اونایی که زندگی نامه شاعر رو قبل خونده بودن این حس رو نداشتند به عبارت دیگر اطلاعات شما عوض میشه ولی شما حواست نیست فکر میکنی بیرون عوض شده من این آزمایش رو خیلی دوست دارم در زندگی شخصیم خیلی به کارم اومد داستانش اینه میتونید شما همین رو پیاده کنید اجرا کنید میگن با انگشتاتون روی میز شروع کنید ضرب بگیرید رنگ بگیرید مثلا یه آهنگی تو ذهنتون هست این میتونه اصلا بازی مهمانی ها باشه شما روی در واقع شروع میکنین تپ کردن روی میز اون آهنگ رو جالبه وقتی افراد این رو روی میز میزنند ازشون میپرسی فکر میکنید چند درصد متوجه میشن چه آهنگی رو داری میزنی کدوم آهنگ رو داری میزنی میگه 50 درصد متوجه شن. میگه اینا ببین اینقدر واضح دارم میزنم چرا نمیفهمی مثل این حالا های تلویزیونی و اینا من دارم رو میز با آهنگو دارم میزنم دیگه بگیر دیگه این همون آهنگه در صورتی که در عمل دو نیم درصد متوجه میشن در صورتی که فرد میگه بابا خیلی عضر میخوام تو چه خنگی این آهنگو نمیشناسی این, نمی این آهنگ خیلی معروفه ببین من قشنگ دارم رو میز برات میزنم ولی یه چیزی رو ازش قافله اون که روی میز میزنی اون صدای آهنگ تو گوش تو تنین داره اون آهنگ رو تو ریهرس کردی اون آهنگ رو تو تمرین کردی اونی که از بیرون ضرب انگشتای تو رو میشنوه فقط یک صدای مبهم و مخشوش میشنوه این دونیم نیم درصد میتونن حدس بزنن در که خود طرف اسم میکنه 50 درصد حالا به چرا گفتم این به کار من میاد جالبه که میگن وقتی افرادی سخنرانی میکنن درس میدن حواسشون نیست که دیدگاه های خودشون داره تغییر میکنه حواسشون نیست مطالب جدید دارن یاد میگیرن این تغییر خودشون رو متوجه نمیشن در نتیجه باعث میشه که در بیرون دچار تعجب بشن که چرا این نکته رو نمیگیرن چرا افراد مثلا مخاطبین نمیفهمن من چی میگم من دارم بعد میگم با من خیلی دارم واضح توضیح میدم در ایک که من پیش زمین ها رو دارم پس وقتی ما تغییر میکنیم حواسمون به تغییر خودمون نیست در نتیجه باعث میشه حس کنیم اون تغییرات در جهان بیرونه البته وقتی من میگم مثلا ما فکر میکنیم که جهان بیرون صداقت کم شده معنیش نیست من خودم صداقتم کم شده نه من به صداقت حساس تر شدم مثلا وقتی شما به پول درآوردن آوردن حساس تر میشی تو دوره دبیرستان به پول درآوردن حساس نبودی الان حساسی در نتیجه در مردم میگردی و پول درآوردن رو بیشتر میبینی در نتیجه این حسو داری که چقدر مردم پولکی شدن والا ما که بچه بودیم مردم چقدر مهر و صفا داشت.